به نام خدا. سلام، علیرضا ناصرالنهار هستم. با دوره MTC UME، دوره یوزر منیجر یا مدیریت کاربران میکروتیک برای مجموعه آموزشی فرادرس در خدمتتون است. همونجوری که مطلع هستید، شرکت میکروتیک در زمینه بسترهای شبکه و زیرساختهای شبکه روتربوردهایی رو در اسکیلها و مقیاسهای مختلفی تولید میکنه. ویژگیهایی که این شرکت داره و میشه گفت نسبت به شرکت‌های دیگه، شرکت‌های رقیب خودش اون رو متمایز میکنه، یکی از اونها روتربوردهای وایلسش هست که روتربوردهای خوب و قویه و حرفای زیادی برای گفتن داره میکروتیک در این زمینه. و چنانچه شما با مدیر پروژه‌ای باشید یا ادمین شبکه‌ای باشید، با توجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفتید، یکی از گزینه‌هایی که باید مد نظرتون قرار بدید روتربوردهای وایلس هست که چه به صورت ایندور و چه به صورت آوتدور در اشکال مختلف وجود داره که بر اساس نیازتون میتونید استفاده کنید. مورد دوم بحث هزینه است که اگه مثلا بخوایم با یه شرکت مثل سیسکو مقایسش کنیم، که معمولا این شرکت ها، حالا UTM ها، خود میکروتیک، سیسکو، روترهایی که تولید میکنن بر اساس مقیاس کاری شما هستش، یعنی از یک مقیاس کوچک در حد منزل شما تا یک مقیاس بزرگ در حد یک سازمان و یک ارگانی که چندین شعبه داره روتر بورد تولید میکنن. هر کدوم از اینها رو اگه بخوایم با هم لحاظ قیمتی مثلا با سیسکو مقایسه کنیم، روتر بورد های میکروتیک بسیار قیمت پایین تر از سیسکو دارن و شما میتونید باز بر حسب سیاستی که دارید و اگر هزینه ها برای شما مهمه به عنوان یک ادمین شبکه، شرکت ازتون خواسته که هزینه ها رو تا حد امکان کاهش بدید، میتونید از روتر بورد های میکروتیک استفاده کنید و میشه گفت اکثر قابلیت هایی که سیسکو در اختیارتون قرار میده رو میتونید از میکروتیک هم بهره بگیرید. همه آپشن ها و فیچر ها رو داره و شاید حتی بیشتر. مورد سوم OSش هست که OSش OS مناسب و خوبیه. البته OS دستگاه های بستر شبکه میشه گفت تقریبا همشون یونیکس بیسن و بر حسب یونیکس نوشته شدن این OS ها. متا ویژگی خوبی که میکروتیک باز نسبت مثلا به دستگاهی مثل روترهای سیسکو در اختیارتون قرار میده، اون در اصل محیط GUI هم به شما میده. علاوه بر اینکه یک محیط کامند لاینی داره، محیط GUI هم به شما میده. مثل خیلی از محصولات دیگه مثل مایکروسافت اگر نگاه کنید، شما میتونید همه کاراتون رو به صورت ارزان به حضورتون GUI انجام بدید، اما میتونید CMD هم باز کنید و تمام اون کارهایی که به صورت GUI انجام میدید به صورت کامند لاینی بزنید. یا خود توضیح‌های مختلف لینوکس که هرچی جلوتر میریم میبینیم که محیط‌های گرافیکیشون امکاناتشون بیشتر میشه و شما خیلی کارها رو میتونید تو محیط‌های گرافیکی باز انجام بدید. در این حال که یک ترمینال داره و دیدی که نسبت به لینوکس هست فقط کامند لاینیه، در حالی که اینطوری نیست و اونها هم دارن پیشرفت میکنن در زمینه افزایش کارایی در محیط‌های GUI هستش، مثل مایکروسافت مخصوصا داره تو سروراش این کارو میکنه، مثل سرورهای نانو میزنه یا سرورهای کور میزنه که شما کاملا باید به صورت کامند لاینی باهاش کار کنید و این باعث میشه که دست شما باز باشه و حالا بر حسب علاقتون یا به صورت کامند لاینی کار کنید یا به صورت GUI کار کنید. اما مثلا توی روترهای سیسکو شما فقط باید به صورت کامند لاینی کار کنید. البته که فقط هم میگم یک بخش کوچیکی هم میشه با HTTP یا HTTPS بیست و طریق وب کانفیگار رو انجام داد که خیلی محدوده و کمه و همون قسمت محدود و کم هم ادمینا ترجیح میدن که به صورت کامند لاینی تنظیم کنن. و نرم افزار وین باکس یه در اختیار شما قرار میده، نرم افزار فوق العاده وین باکس که به شما امکان میده به صورت کامند لاینی این کار رو انجام بدید و هم به صورت GUI، که اگر شما وین باکس رو GUIش رو یاد بگیرید میشه گفت کامند لاینیش رو خیلی راحت میتونید انجام بدید، چون خیلی ساده است محیط CLIش و شما اگر در حد متوسط هم مسلط باشید وین باکس میتونید به صورت کامند لاینی، حالا از روش های مختلف مثل تلنت، SSH یا همون ترمینالی که تو خود نرم افزار وین باکس هست، یا اصلا برید پشت روترتون بشینید، پشت ماشین مجازیتون بشینید و اونجا کامنداتون رو بزنید. کاستومایز شده است این OS و کامنداش خیلی راحته اگر وین باکس رو بلد باشید. حالا با توجه به اینکه تو دوره MTCNA بیشتر مطرح میشه این موضوع و کامندهایی هم براتون زده میشه، حتما براتون این بحث آشناست و قابل درک. اما یه تصویر اینجا ما داریم که من میخوام روی این تصویر صحبت کنم راجع به دوره های میکروتیک و اینکه خود ما کجا هستیم و قراره چی یاد بگیریم.
همونجوری که میبینید توی شاخه اول دوره MTCNA هست. حالا قبل اینکه من دوره‌های میکروتیک رو شرح بدم، یه نکته راجع به دوره‌های شبکه است. اکثر شرکت‌هایی که دوره‌های شبکه رو ارائه میدن، مثل مایکروسافت، مثل سیسکو، میکروتیک، VMware، اینا معمولا توی دوره اولشون میان 40%، 50%، 30% موارد رو، شاید حتی بیشتر رو تو همون دوره اول به شما آموزش میدن. حالا فیچرها رو، آپشن‌هاشون رو و سرویس هایی که دارن، و شما تو دوره اول با تقریبا میشه گفت 40-50% موارد آشنا میشید. میکروتیک هم از این قاعده مستثنا نیست. شما تو دوره MTCNA تقریبا 40-50% موارد به صورت مفهومی و تئوریک به شما آموزش داده میشه، با یه سناریوی ساده مطرح میشه تا موضوع جا بیفته کاملا. حالا چیزایی که توی خودم و MTCNA مطرح میشه و پیش نیاز بقیه دوره هاست، همونجوری که میبینید، مثل فیلتر رول یا تقریبا 50% اکشن هاشو شرح میدن، نت به همین شکل، عرضم به حضور شما روتینگ استاتیک روت و 50%شو شرح میدن، مثال هایی میزنن، بحث سیمپل کیو رو داریم دیگه، عرضم به حضور شما که بریج رو توضیح میدن که چجوری شما این اینترفیس هایی که دارن به صورت روتر کار میکنن رو تبدیل کنید به صورت اینترفیس های سویچش کنید، یعنی تو لایه دو کار کنن. دیگه وایرلس رو در حد اینکه در حد راه اندازیش، مثل مودم هایی که خودتون تو منزل کانفیگ میکنید، خیلی ساده مطرح میشه و مواردی از این قبیل، یعنی بیشتر به صورت کانسپتی، حتی بحث تریپل ای یعنی پوینت تو پوینت پروتکل ها مطرح میشه، اون چیزی که ما قراره تو این دوره بیشتر روش زوم کنیم و بیشتر روش توضیح بدیم. ولی خب تو دوره MTCNA هم مطرح میشه، حتی این ارتباط چک میگیره به صورت PPTP، L2TP که پروتکل های در از کلاینت تو سایت یا اکسس هستن. و تو دوره های بعدی زوم میکنه روی یک مورد خاص، مثلا MTCRE زوم میکنه روی روتینگ، همون 50% باقی مونده از استاتیک روت رو بهتون میگه، استاتیک روت رو کامل میکنه. عرضم به حضور شما راجع به پروتکل های ریپ، OSPF و الگوریتم های کارشون صحبت میکنه و کلا مباحث مربوط میشه به روتینگ و مسیریابی. دوره بعدی MTCINE هست که پیش نیازش MTCRE و تو این دوره بیشتر زوم میشه روی بحث های ون و بسترهای ون، بهتره بگیم. مثل الان روتینگ پروتکل BGP رو مطرح میکنه، روتینگ پروتکلی که الان روترهای توی اینترنت برای اینکه روتینگ تیبل خودشون رو کامل کنن دارن از این پروتکل استفاده میکنن. راه اندازیش مطرح میشه، کانسپتش مطرح میشه، مفهومش رو بهتون میگن. و بسترهای شبکه‌ای که وجود داره مثل MPLS، فریم ریلی، عرضم به حضورتون VPLS و غیره. تو دوره بعدی MPCUME که دوره هست که قرار آموزشش رو خدمتون بدیم، دوره یوزر منیجر یا یوزر منیجمنت میکروتیک یا مدیریت کاربران در میکروتیک، در اصل میخواد به شما این دید رو بده که ما سرویسی داریم به نام رادیوس و این سرویس مختص شرکت میکروتیک نیست، سرویسی که همه پلتفرما اکثرشون دارن و ازش استفاده میکنن. در اصل این دید رو بهتون میده که شما میتونید به جای اینکه مثلا توی شرکتی فرض کن مشغول به کار هستید، 5 تا اتوماسیون دارید و باید یوزرهاتون رو که حالا مثلا در حدود 50 تا 100 تا یوزر دارید، باید این 100 تا یوزر روی 5 تا دیتابیسش تعریف کنید، یعنی 500 بار فقط باید برای اتوماسیوناتون تعریف کنید، بعد این 100 تا برای بحث وایرلس باید تعریف بشن، برای بحث پوینت تو پوینت پروتکل ها مثلا از بیرون میخواین PPTP بزنن، L2TP بزنن و بالاخره وصل بشن به شبکه داخلی به صورتی، اونجا دوباره 100 تا باید اونجا تعریف کنید. یا ما بحث هات اسپات رو مطرح میکنیم که هات اسپات خیلی خوب و قوی داره، خیلی پلتفرم ها هات اسپات رو دارن اما نه در حد میکروتی که فیچرها و آپشن های خوبی در اختیارتون قرار میده، کامل بررسیش میکنیم. تو هات اسپات دوباره 100 تا یوزر تعریف کنید و همینجوری الی آخر. برای هر وارد شدن و لاگین کردن و احراز هویت کردنی، شما برای هر حالا اتوماسیون دارید، هر چیزی که از سرویس سروره، باید 100 بار این یوزرها رو تعریف کنید، در حالی که این 100 تا کاملا یکسان هستن و شما چندین بار دارید این کار رو انجام بدید. خب به شما این دید رو میده که بیاید یک رادیوس داشته باشید و یک سروری باشه، یک سرویسی باشه که به صورت متمرکز این یوزرها درش ذخیره بشن و به جای که چندین بار این یوزرها رو تعریف کنید، چندین پروفایل مختلف تعریف کنید. برای اتوماسیون یک یه پروفایل تعریف کنید، تا اتوماسیون 5 5 تا پروفایل برامون تعریف کنید.
برای وایلستون یه پروفایل تعریف کنید، برای هاتسپاتتون یه پروفایل تعریف کنید. حدودا مثلا میشه 10 15 تا پروفایل، در حالی که یوزراتون فقط یک بار تعریف میشه، یعنی 100 تا یوزر تعریف میکنید و 10 15 بارم پروفایل ها متناسب با اون احراز هویتی که شما میخواین انجام بدید برای یوزرها، چه یوزرنیم پسوردی وارد کنن و چه سطح دسترسی داشته باشن. ما مثلا وایلدس رو در اختیار کاربرا قرار میدیم، دسترسیشون به چه شکلی باشه، چقدر حجم دانلود کنن، چقدر آپلود کنن، سرعت دانلود و آپلودشون چقدر باشه و همینجور بحث اکانتینگ رو داریم توی رادیوس که به شما این اجازه رو میده که مانیتور داشته باشی روی شبکت، بتونی شبکتون رو چک کنید ببینید که یک یوزر توی یک ماه، توی یک بازه زمانی چقدر از پهنای باند شما، چقدر از میزان ترافیک شبکه شما استفاده کرده. و این امکانات رو به شما رادیوس میده که اصلا میگن رادیوس تریپل ای هست، یعنی اتنتیکیشن، اتورایزیشن و اکانتینگ رو در اختیارتون قرار میده که سر بحثش که برسیم مفصل راجبش صحبت میکنیم. گفتم راجب هات اسپات صحبت میکنیم. هات اسپات رو خب مسلمه خیلیتون در حد اینکه مثلا گوشی رو بخواین یا هات اسپات کنید برای دوستتون که بتونه اونم از اینترنت استفاده کنه کار کردید. اینجا بس همون هستش، منتها فیچرهایی که در اختیارتون قرار میده خیلی زیاده. اونجا مثلا فقط شما یه دونه پسورد تعریف میکنی یا یه مقداری محدود میکنه که چه افرادی بتونن از هاتسپات شما استفاده کنن، اما میکروتیک خیلی فراتر از اینها رو در اختیار شما قرار میده و فیچرها و آپشنهای زیادی رو دارید شما. خیلی از پلتفرم‌هایی هم گفتم هاتسپات رو دارن اما نه در حد میکروتیک. حالا هاتسپات کجاها کاربرد داره وقتی که خواستیم سر بحثش برسیم مفصل باز هم راجع بهش صحبت میکنیم. و در آخر هم بحث پوینت تو پوینت پروتکل ها هست که تا حدودی تو MTCNA بحث شده، ما هم اینجا باز مطرح میکنیم، تانل هایی رو مطرح میکنیم و این دید رو به شما میدیم که شما همیشه این پروتکل ها رو فکر نکنید در لایه 3 کار میکنه. حالا ممکنه برای اتصالشون لایه 3 وصل بشن اما در ادامه میتونن در لایه 2 هم کار کنن و وسایل برودکست رو از خودشون عبور بدن. میایم پروتکل های EOIP رو بررسی میکنیم که فقط مختص میکروتیک هست، یعنی دو طرف باید دستگاه میکروتیک باشه، انحصار میکروتیکه. و خب این از اون تانل هایی هستش که شما میتونید در لایه 2 بسته ها رو ارسال کنید روی این تانل. GRE رو مطرح میکنیم، تانل خیلی مهمیه، تانلی که خیلی ها استفاده میکنن ازش برای ارتباط دادن بین شعبه هاشون و بیشتر توی مفهوم سایت تو سایت هم. اما کلاینت تو سایت هم PPTP رو مطرح میکنیم، بیشتر راجع به صحبت میکنیم. L2TP رو مطرح میکنیم و در آخر هم TPPOE رو مطرح میکنیم، همون پروتکلی خیلی هامون داریم الان استفاده میکنیم ازش توی منازلمون، توی شرکتامون برای رسوندن اینترنت به شبکه داخلیمون. دوره بعدی دوره MTC TCE هستش، دوره ترافیک کنترل میکروتیکه که میشه گفت این دوره در اصل خیلی کلی بخوایم بگیم روی پکت مار کردن دسته ها زوم داره و روی اونا کار میکنه. یعنی که اگر بسته ای به دست روتر رسید چه اتفاقی براش بیفته، چه فیلتر رولی روش اعمال بشه، چه نتی روش اعمال بشه، چه روتینگی روش اعمال بشه. و راجع به بحث کیو صحبت میکنه که شما بتونید اون پهنای باندی که توی شبکه‌تون هست رو مدیریت کنید. و راجع به وب پروکسی که یک دستگاهی هست که به عنوان موکل شما به جای اینکه درخواست ها رو نوت ها به صورت مستقیم با شبکه های بیرون در ارتباط باشن، یک وکیلی داشته باشید. این وکیل بسته ها رو ببره تو اینترنت، جواب بگیره و جواب برگردونه به شما. خب این لحاظ امنیتی جالبه، بحث کشینگش مطرح میشه و خیلی بیشتر راجع به وب پروکسی و قابلیتاش صحبت میشه. دوره بعدی MTC-WE هست، دوره وایلس، دوره فوق‌العاده‌ای. همونجور که گفتم روتر بورد های وایلس میکروتیک حرفای زیادی برای گفتن دارن و قابلیت های زیادی دارن. این دوره نه تنها شما رو آشنا میکنه با تنظیم کردن روتر بورد های وایلس میکروتیک، بلکه به شما یک دید کلی نسبت به شبکه های وایلس میده، شبکه های بدون کابل میده. و خیلی همون هستیم که تو خونه داریم از این شبکه ها یا محل کارمون استفاده میکنیم اما از بهترین کارایش استفاده نمیبریم و استفاده نمیکنیم، چون از اون فرکانسی که باید روی در از مودمتون تنظیم بشه با توجه به نویزی که توی اون محل هست یا کانالی که باید استفاده شه، این دیدار رو نسبت به شبکه های وایلس به شما میده تا شما بتونید بهترین کارایی رو از شبکه های دستگاه های وایلستون به
بگیرید. دوره بعدی هم MTC IP V6E هست که خب میدونیم IP دو تا ورژن V4 و V6 داره و خب V4 به خاطر اینکه دیگه داره تموم میشه و تو خیلی از مناطق و میشه گفت تقریبا تو قاره آسیا دیگه تموم شده است و تو بقیه قاره هم دیگه آخراشه داره تموم میشه، IPv6 به زودی و در آینده نزدیک همین الان هم داره کار میکنه، خیلی بیشتر ازش میشنویم و بیشتر باید باهاش سر و کار داشته باشیم. به خاطر همین دوره خوبیه که میاد تمام دورهایی که الان خدمتتون عرض کردیم رو با IPv6 خب شکلش، نحوه تعریف کردنش نسبت به V4 تغییر میکنه و تمام این مباحثی که تو دورهای قبلی هست به صورت V6 براتون مطرح میشه. و حالا دورهای دیگه هم داره مثل دوره امنیت که دیگه تو اینجا مطرح نمیشه تو این چارت و شما وقتی که این دوره ها رو بگذرونید میشید متخصص میکروتیک، حالا یا همه‌شو میگذرونید یا بر حسب علاقتون بعضی از اونها رو میگذرونید. شرکت میکروتیک هم مثل خیلی از شرکت های دیگه یکی از منبع‌های درآمدیش همین آموزش و اعطای مدرک بین‌المللی به دانشجوها است. خودش که معمولا توی کمپای یکی دو روزه آموزشاشو برگزار میکنه و بعدش هم مایل باشید میتونید امتحانشو بدید و مدرکش رو بگیرید. گرفتن مدرکش هم خیلی ساده‌تر از مثلا سیسکوه و شما به راحتی میتونید مدرکش رو بگیرید و به چشم یک متخصص شبکه به شما نگاه میکنن، هرچند که تجربه همیشه حرف اولو میزنه اما خب مدرک هم داشته باشید به یک چشم دیگه به شما نگاه میکنن. این هم از دوره‌های میکروتیک و مختصری از اون چیزی که قراره تو این دوره یاد بگیرید. اما خودمون قراره این دوره رو چجوری پیش ببریم، من این رو میبندم و میریم توی نرم افزار VMware Workstation، نرم افزاری که محصول شرکت VMware هستش و شما میتونید از این نرم افزار برای مجازی کردن سخت افزارتون استفاده کنید. بحث مجازی سازی خیلی گسترده است و بخوایم وارد بحثش بشیم از بحث اصلی خودمون جا میمونیم، ولی میدونم که خیلیاتون با این نرم افزار آشنایی دارید. به هر حال شما اگه بخواید سناریویی رو به صورت تست پیاده کنید یا به صورت آموزشی آموزش بدید، کار منطقی نیست که بخواید 10 تا سرور بگیرید یا 10 تا کامپیوتر کیس بذارید بغلتون، 4 تا روتر بیارید، 3 تا سوئیچ بیارید و علاوه بر اینکه هزینه های زیادی هم داره، خب یه جایی هم میخواد برای اینکه اینها همش نصب بشه و کار زیاد منطقی نیست که فقط بخواید برای تست این همه دستگاه خریداری بشه. به خاطر همین روی سخت افزار مجازی سازی انجام میشه. یعنی من الان یک هاستی دارم، یک میزبانی دارم که میخوان ماشین های مجازی من سخت افزارشون از این میزبان، از سخت افزار میزبان من استفاده کنه. یعنی این ماشین های مجازی یا گست های من از سخت افزار این سیستم اصلی من استفاده میکنه. این خیلی خلاصه در حد مجازی سازی سخت افزاریه که VMware Workstation براتون انجام میده. پلتفرم ها و OS های مختلفی رو روش میتونید ران کنید، ویندوزی میتونید ران کنید، لینوکسی میتونید ران کنید و تو این دوره هم که قرار ما میکروتیکمون رو به صورت مجازی بیاریم بالا، هیچ فرقی با یک روتر بورد نداره. همونجوری که گفتیم OSش OS خیلی خوبیه و من سخت افزار رو از هاستم بگیرم، OS رو روش نصب میکنم، کاملا مثل یک روتر بورد عمل میکنه، تمام امکانات رو در اختیارتون قرار میده. منتها خب لایسنسش یک روز است که اگه بخواید میتونید لایسنسش رو تهیه کنید و زمانش رو افزایش بدید. خیلی ها الان این کار رو انجام میدن توی شبکه ها و سازمان هاشون به جای اینکه روتر بورد داشته باشن و این امکانش هست، البته نه روی VMware Workstation چون بیشتر برای محیط های تست و مجازی استفاده میشه، بلکه روی پلتفرم های دیگه مثل هایپر وی یا ESXi. و اینکه من قرار از نرم افزار سیسکو پکت تریسر هم کمک بگیرم، البته قرار نیست توی این نرم افزار ما از کامنداش استفاده کنیم و سیسکو آموزش بدیم، فقط میخوام از شکلاش استفاده کنیم و آموزشمون رو پیش ببریم تا اون سناریویی که مطرح میکنیم کامل جا بیفته. من کم کم از الان سناریومو توی این نرم افزار شروع میکنم به رسم کردن و کم کم کاملش میکنیم و روی این شکلا توضیح میدیم. من یه دونه روتر میارم که همونطوری که گفتم ما اصلا نمیخوام اینجا سیسکو آموزش بدیم، میخوام من اسم و مدلش رو برمیدارم، شما فقط به چشم یک روتر میکروتیک این رو ببینید. یه دونه سویچ این ور میخوام بذارم. این کارا همش توی VMware Workstation من انجام میشه و دو تا کامپیوتر هم اینجا دارم، یعنی دو تا PC ویندوزی من آوردم بالا. البته نصب همه کاراش انجام شده، نصب ویندوزش، ولی کار تنظیمات کانفیگوریشنی زیاد روش انجام نشده، فقط یه مقدار کاستماایز شده و
برای محیط آموزشی خودمون. که من این اسماشو بزنم PC 1 و PC 2. اینم PC 2. اینم میکروتیک ما. و IP هارم من قراره به این شکل ست کنم. یعنی اینجا رو بیام بگم IPش باشه 10.1.1.1/8 و گیتویش هم باشه 10.1.1.100. اینجا هم IPش باشه 10.1.1.2/8 و گیتویش هم باشه 10.1.1.100. این هم که میکروتی که ما قراره گیتوی این سیستم های ما باشه IPش 10.1.1.100/8. خب IPی که دارم میدم مشخصه که کلاس Aه و یه خودمون رو درگیر بحث کلاس لس و کلاس کلن فقط کمانو دارم کلاس فول میدم، یعنی دیگه کلاس لسش نکردم. سابرت ماسکش هم میشه 255 ستا 0 و اینا رو من حالا بیام به هم وصلشون کنم. این شبکه من قراره توی سویچ VMNet 19 قرار بگیره. یکی از مواردی که نرم افزار VMware Workstation خیلی مهمه و باید بهش دقت کرد همین بحث های سویچشه. کلا یه سری سویچ های آن منیج داره، میدونیم سویچ های آن منیجن یا منیجیبل هن. VMware Workstation یه سری سویچ های در اختیار شما قرار میده که کاملا آن منیجن و قابلیت کانفیگ ندارن مثل سویچ های سیسکو. اونطور خب شما حالا میتونید بهشون نقش بدید یا حالا نتشون کنید، هاستشون کنید یا بریجشون کنید که من وارد بحث های آموزش VMware Workstation نمیشم. تا اونجایی که نیازه توضیح میدم تا به درک کاملی برسید، ولی خب اونا بحثشون طولانیه. در ادامه من یه شبکم این ور دارم که یه دونه سویچه و یه دونه ADSL اینجا داریم. اینا رو من وصل میکنم به هم و IPI این ور هم ست. IPI که توی این رنج در نظر گرفتم 100. مودم هم IPش مثل اکثر مودم همون 1.1. اینو تغییر ندادیم. این هم IP مودم ماست و این شبکه رو من این سویچ آن منیج رو بهش نقش بریج میدم. به این معنی که شما کارت شبکه اصلیتون رو بریج میکنید، مثل یک پل عمل میکنه و اون وقت این میکروتیک به سادگی میتونه بیاد توی این شبکه قرار بگیره و پینگ این رو داشته باشه. بسیار خوب. این سمت هم که خب اینترنت دیگه، من حالا اینجا روترامون رو بیاریم یه همچین شکلی فرض کنه داریم توی اینترنت. روترهای هستش توی اینترنت، چندین تا روتر داریم ما و فرضاً بگیرید که یک سروری ما داریم به این شکل که سرور 4 تا 8 به این شکل توی اینترنت قرار گرفت. اینا رو هم ما کابکشیاشو انجام بدیم، وصل کنیم به هم. این ورم که یه دونه IP پابلیک داریم که اینترنت در اصل ISP به ما میده. برامون مهم نیست این IP پابلیک فعلا چیه. اینم ISP ماست. که حالا این ورم IPش چیه الان فعلا کاری بهش نداریم. بسیار خوب. این سناریویی که فعلا تا اینجا داشته باشیمش و بریم حالا توی VMware Workstation به شما نشون بدم که من چجوری این PCR رو آوردم بالا. برای اون دسته از عزیزانی که تا حالا کار نکردن با این نرم افزار، البته نرم افزارهای زیادی هست، ویژوال باکس هم هست، اگه با اون آشنایی دارید میتونید با اون انجام بدید. ما چیزایی که حالا داریم انجام بدیم و این سناریویی که داریم میریم جلو، شما میتونید با توجه به شرایط خودتون، ما حالا اینجا دو تا ویندوز 7 آوردیم بالا، شما میتونید یه دونه ویندوز XP فقط بیارید بالا یا فقط از سیستم هاستتون استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. ولی اگه میخواید طبق سناریویی که خود ما الان داریم پیش بینیم پیش بیاید، قدم به قدم با ما جلو بیاید، میاید توی سربرگ هوم، از این سربرگ Create a new virtual machine رو میزنید. فقط من مراحل نصب و جداسازی این سخت افزار رو بهتون نشون بدم که اگر تا حالا کار نکردید آشنا بشید باهاش و دیگه در آخر هم مراحل نصب ویندوز دیگه. یعنی شما سخت افزار رو دارید، یه کیس دارید، حالا اینجا حالا یا مثلا فلش یا CD DVD تون رو میذارید رو DVD رایتر رو ویندوز رو نصب میکنید. من سخت افزار و اون کیس رو جدا میکنم، ابتدا روی کاستوم میذارم تو تمام ویزارد ها به من نمایش داده بشه. نکست.
اینجا رو هم حالت پیش‌فرض بذارید باشه، من از آخرین نسخه VMware دارم استفاده میکنم و الان سازگاری که این سخت افزار من داره با VMware Workstation 15.x. اینجا در از سازگار بودن با محصولاتو میبینید که مثلا رو 14 یه سازگار نیست، یعنی شما مثلا این ماشین مجازیتون رو میتونید جدا کنید ببرید روی VMware رو دیگه هم نصب کنید، ولی اگه اون 14 باشه این امکان رو نداره و یه سری محدودیت ها داره که حالا ما برای ویندوز دیگه به این محدودیت ها واقعا نمیرسیم. Next، اینجا بحث نصب اون OS و سیستم عاملتونه که شما اگه CD یا DVD داشته باشید و DVD رایتر داشته باشید دستگاهتون، یعنی OS روی ویندوز مثلا 10، ویندوز 7، ویندوز XP دارید روی CD، میذارید اینجا دتکت میکنه و برای نصب پیش میرید. یا ایزو شروع دارید، این ایزو رو میزنید، بروز میکنید، بهش معرفی میکنید و باز مراحل نصب پیش میرید. اما معمولا اول سخت افزار رو جدا میکنن و بعد این OS رو بهش میدن، یعنی اول اون کیسه رو میکنن میذارن کنار، بعد حالا یا از طریق فلش یا DVD این نصب ویندوز رو انجام میدن. ما همیشه میریم جلو و میگیم که بعدن نصب میکنیم OS رو. Next، قراره که یک سیستم عامل ویندوزی بیارم بالا و ویندوز 7 64 بیت، یعنی OS و ورژن رو مشخص میکنم. Next، جو ببینید ما سیستم های زیادی میتونیم بیاریم، سروری میتونیم ویندوز بیاریم بالا، لینوکس میتونیم بیاریم که ما با لینوکسش کار داریم برای نصب میکرو دی. Next، اینجا به شما میگه که خب یه اسمی برای این ماشین مجازیتون در نظر بگیرید. من با همون اسم C1 که توی شکلمون داشتیم در نظر میگیرم. این هم مسیر نصب فایل ها و فولدراش، این دیگه کاملا بستگی به شما و درایواتون داره که بخواید کجا نصب رو انجام بدید. ترجیحاً میگن که نصب توی هارد SSD انجام بشه، چرا که سرعت کاری شما رو میبره بالا. البته سناریویی که ما میخوایم پیاده کنیم واقعا خیلی سنگین نیست که بگیم روی هارد HDD به مشکل میخوریم، ولی اگر SSD داری ترجیحاً روی اون نصب کنید. البته این فایل ها فولدراشه و اون بحثی که مهمه تو SSD قرار بگیره اون هارده که تو مراحل آخر همه ویزارد بهش میرسید. پس من یه اسم گذاشتم و مسیرش رو رو همون حالت پیش‌فرض میذارم ذخیره بشه تو فولدری که با این اسمی که این بالا تعیین کردم. Next، رو حالت بایوس میذارم. Next، اینجا CPU و تعداد کوری که بهش اختصاص میدم همون یه دونه کافیشه برای یه ویندوز 7 و تستی که ما میخوام انجام بدیم. رمی که به ما پیشنهاد میده میگه 2 گیگ باید انتخاب کنی. البته باید که نیست، پیشنهادشه، ولی ما برامون 1 گیگ هم کافیه. این دوباره برمیگرده به سخت افزار شما و اون کاری که از اون ماشین مجازی میخواین شما بگیرید. Next، بحث کارت شبکه‌شه، یکی از قسمت‌های مهمیه که توی ویور وجود داره و خیلی بحث میشه کرد راجع به این کارت شبکه، ولی ما فقط قراره از بریج و VMnet 19 استفاده کنیم که بهتون میگم چجوری باید اون کار رو انجام بدید. معمولا اینجا تنظیمات رو دست نمیزنن، میزنن رو همانات پیش‌فرض بمونه. همونجوری گفتم این سویچ ها میتونن نقش بگیرن، یا بریج بشه یا نت بشه یا هاست بشه، و یا اینکه یک سگمنت جدا بشه مثل همون VMnet 19 که ما تو سناریومون داریم. به خاطر همین رو همین حالت پیش‌فرض میذارم باشه و بعداً مشخص میکنم که نقش این سویچ آن منیجمنت چی باشه. Next، بس IO controller type رو همون حالت پیش‌فرض بذارید باشه. Next، بس نوع دیسکتونه، یعنی نوع دیسک مجازیتونه که ما همون اسکازی خودش هم پیشنهاد داده میذاریم باشه. Next، اینجا بس مهمه که درس میگه هاردت رو چجوری میخوای، یعنی هارد داشتی قبلا روش نرم افزار نصب کردی، ویندوزت رو نصب کردی و همه کارا رو انجام داشتی، یه سیستم یه هارد مثل یه هارد اکسترنال میمونه که همه کارا روش انجام شده، بعد این رو هر جا که میرین وصل میکنید به کیس های مختلف و با سیستمتون کار میکنید. خب این کاملا به شما بستگی داره. البته من دارم خیلی کلی میگم، تو سناریوی ما که شما اگه سیستم داشته باشید خب یه هاردی که داشتید رو بهش معرفی کنید، اگر هم سیستم نداشتید و ویندوز رو دارید جدید بالا میارید بعد نیو بزنید. ولی کلا اگر سناریوتون زیاده، تمرین زیاد میکنید، شاید بشه که یه هارد اکسترنال برای خودتون جدا بذارید، ویندوز ها، سروری لینوکس، هر چیزی هست تو اون ذخیره کنید و دیگه هر دفعه نخواهید این رو نصب انجام بدید و درگیر نصب ویندوز و این مراحل بشید. خیلی راحت یوزن اگزیستینگ ویرچوال دیسک رو میزنید، دیسکی که موجوده رو انتخاب میکنید، روز میزنید انتخاب میکنید و وارد میشید و کاراتون و تستتون رو انجام میدید. اما اینجا خب چون ما داریم میگیم که تستمون فرض برای اینه که شما یه همچین چیزی ندارید، ویندوز رو ندارید، ویندوز 7 بیارید بالا، گفتم اینا بسیه به خودتون داره. حالا ویندوز 7 XP هرچ که دارید رو میتونید نصب کنید و تست رو انجام بدید، حتی از سیستم هاستتون استفاده کنید.
من نکس میکنم. اینجا باز دوباره پیشنهادش به من 60 گیگه، یعنی میگه هارد 60 گیگ باشه، ولی خب من 40 گیگ هم برام کافیه. من میگم این رو ذخیرهش کن توی یک تگ فایل. هارد دیسکای VMware Workstation با پسوند VMDK هستن و یک فایل به شما میدن که اون فایل رو شما همونجوری گفتم تو مرحله قبل میتونید گزینه دوم انتخاب کنید و اون هارد رو بروز کنید. اما فرضمون بر اینه که ما سیستمی نداریم، پس هارد 40 و توی یک تگ فایل ذخیره کنید، یعنی که به جای اینکه توی چند تا فایل ذخیره کنید. نکست. اینجا همون مرحله مهمی بود که بهتون گفتم، گفتم که ترجیحاً فایلاتون رو توی هارد SSD بریزید و از روی هارد SSD بالا بیارید. اینجا پیشنهاد اینه که شما حالا تو اون مرحله که ما روی هارد SSD مون نصب کردیم، منتها اگه فایلاتون رو مثلا یه جای دیگه نصب کردید ولی هاردتون رو خالی یه جای دیگه نصب کنید، بروز بزنید و مسیر هاردتون رو مشخص کنید، یعنی فایلای این نرم افزار کاملا جداه و هاردش رو میتونید یک جای دیگه نصب کنید. نکست. اینجا می خلاصه ای از تنظیماتی که الان انجام دادیم رو به ما میده و همینجا میتونید کاستماایز کنید سخت افزار رو که حالا با این بخش بعدن کار داره. من این رو فینیش که بزنم یک سخت افزار جدا میکنه، مثل اینی که الان خدمتتون عرض میکنم، PC 1 و یه دونه دیگه هم من اینجا اوپن ویرچوال ماشین رو میزنم و PC 2. خیلی خوب، من اینها رو ازشون اسنپ شات گرفتم، ویندوز رو نصب کردم و آمادش کردم برای محیط آموزشمون، ولی کار خاصی روش انجام نشده، IP روش تنظیم نشده و قرار این کارها رو از صفر تا صد با هم پیش بریم. یعنی شما به محض اینکه اینجا این مراحل رو رفتید و فینیش زدید، یه دونه یه همچین چیزی براتون درست میشه. تو مرحله آخر شما میاد روی CD DVD و اینجا OSتون رو بروز میکنید و بهش معرفی میکنید، یعنی یک حالا ایزو ایمیج بهش میدید و بعدش پاور آن میکنید و مراحل دیگه کاملا نصب ویندوز، حالا تاریخ رو مشخص کنید، زمان رو مشخص کنید، نوع ویندوزتون میخواید چی باشه و هاردی که قرار روش ویندوز نصب بشه، از قبل موارد که حتما نصب کردید یا دیدید. یه دونه PC 2 هم من آوردم بالا، اینم توضیح بدم چجوری من این کار رو انجام دادم. من توی درایو سیم که یک هارد SSDه، یه PC 1 همین مرحله که با هم پیش رفتیم آوردم بالا، ولی به جای اینکه دوباره این مراحل رو از اول برم و نصب ویندوز رو انجام بدم، فقط روش یه کپی زدم و اینجا پیست کردم که نتیجه شده PC 2. منتها چند تا نکته داره که من اینا رو روشن کنم خدمتتون عرض میکنم. PC 1 و PC 2 رو روشن میکنم. بسیار خوب. سیستمای من اومدم بالا، تنظیمات خاصی روش انجام نشده. من دو تا نرم افزار اینجا نصب کردم، نرم افزاری که نیاز داریم برای آموزشمون، یه کروم نصب کردم، یه وین باکس نصب کردم و روی اینا بهم شه یه کروم و یه وین باکس. اونتا ما بعد از اینکه این کپی رو انجام میدیم و همونجوری که میدونید ویندوز یک شناسه ای داره به نام SID. این SID نباید توی یک شبکه یکسان باشه، یعنی الان مثلا ما یه دونه سگمنت و یک شبکه اینجا داریم، نباید دو تا SID یکسان باشه. حالا معمولا این SID مثلا برای جوین شدن به اکید دایرکتوری مثلا بهتون گیر میده، تو سناریوی ما خیلی شاید با SID کار نشه باشه، ولی درستش اینه که دوتا SID با هم یکسان نباشن، چون تضاد تو شبکتون به وجود میاد. برای اینکه این SID رو تغییر بدید، نرم افزارهای زیادی هستن که میتونید کار انجام بدید. من یک نرم افزاری هست به نام SID CHG64 که این رو من دارم روی دسکتاپم. کافیه که CMD رو باز کنم و بگم CD دسکتاپ و این نرم افزار رو اجرا کنم، یعنی SID CHG64 یک نرم افزار اجرایی اگزاس. کامپ نیم این دستور رو بزنم، یعنی اسلش کامپ نیم دو نقطه PC2 اسلش فورس اسلش آر و اینتر میزنم. اتفاقی که میفته بعد از اینکه اینتر میزنید، بعد یکی دو دقیقه شما فورس میکنید و ریستارت، یکی دو دقیقه ریستارت میشه و سیستمتون میاد بالا. هیچ تغییر روی سیستمتون ایجاد نمیشه به جز تغییر SID، یعنی یک SID تصادفی انتخاب میکنه به همراه تغییر کردن اسم کامپیوترتون. خب توی یک شبکه علاوه بر اینکه SID باید منحصر به فرد باشه، اسم کامپیوترتون هم باید منحصر به فرد باشه. فرض کنید که ما یه بسته‌ای داریم اینجا، میاد میرسه دست روتر،
این بسته قراره بره به کدوم مقصد؟ بره به مقصد PC2. خب اگر هر دوتاش PC2 باشن یا هر دوتاش PC1 باشن، خب این روتر من نمیدونه که باید این بسته رو کدوم یکی از اینا بده. اگر بحث DNSی و در اصل ریزالو کردن نام باشه، روتر من نمیدونه باید تحویل کدوم یکی از این PC1 بده، کدوم یکی از این PC2 بده. به خاطر همین توی یک شبکه باید اسم هم تغییر کنه. چیز دیگه ای که توی شبکه نباید یکسان باشه IP هاست. دوباره نمیتونه هر دوتاشون 10.1.1.1 باشه. دوباره اینجا بحث میاد دست این میرسه برای دستینشن 10.1.1.1. خب اگه دوتا 10.1.1.1 باشه نمیدونه باید به کدوم یکی از اینا بده. و باز هم کانفلیکت ایجاد میشه تو شبکت. مورد سوم هم بحث مکه که خب مک یک آدرس منحصر به فرده. منتها حالا با توجه به که نرم افزارهایی هست که میتونه تغییر پیدا کنه این مک رو تغییر بده، شما دوتا مک هم نباید توی شبکه یکسان باشه. اگه یکسان باشه باز هم تضاد و کانفلیکت ایجاد میشه و به مشکل میخوره. حالا من این کار رو، یعنی این دستور رو قبلا اجرا کردم و این دستور رو زدم، یه الان مجدد اجراش نمیکنه. فقط این دستور رو یادداشت کنید. اگر سناریوتون دقیقاً مثل سناریوی ما بود، کافیه که اینو اینتر بزنید، بعد 1 دقیقه ریستارت میشه و بدون مشکل کارتون رو ادامه میدید. من یکی از مواردی که گفتم باید یکسان نباشه بحث IPه. شما میدونید توی یک شبکه قسمت نت آیدی باید یکسان و قسمت هاست آیدی باید متفاوت باشه. یعنی این IP معنا 10.1.1.1/8 و من میگه نت آیدی 10 که توی این شبکه نت آیدی همشون 10 بس برابره و هاستشون با هم متفاوته. یعنی این ست اوکتت که الان ست 1 توی این IP قسمت هاست منه و باید کاملا با اینا متفاوت باشه. این آخرین اوکتتش 1، این 2، این 100. پس این قانون رعایت شده. توی اینجا من روی PC1 هم IP ندادم و بعد ازش کپی بگیرم. به خاطر همین IP ست نشده و IP نداره. پس این مشکل یکسان بودن IP هم نداریم که الان قرار این IP رو روش ست کنیم. اما چجوری این کار رو انجام بدیم؟ پنجره و R رو بگیرید، وارد رام بشید، دستور ncpa.cpl رو بزنید. حالا روش کنترل پنل هم میتونید بیاید توی قسمت Network Connection، البته قبلش نتورک اند اینترنت و نتورک کانکشن و اینجا رسید به کارت شبکت. حالا این دستور راحت‌تر سریع‌تر بهش می‌رسیم. دوباره رو کارت شبکتون کلیک می‌کنید، پروپرتیز IPv4. اینجا می‌بینید IP نداره. IP قرار طبق سناریومو ست کنیم. 10.1.1 10.1.1 100 و DNS هم 4-8 بهش میدم. اینم 10.1.1 100. یعنی DNS دومش هم 10.1.1 100 باشه. اوکی. می‌بندم. فایروال رو هم ترجیحاً خاموش کنید. حالا چون محیط تسته و آموزشیه، خودتون هم دارید تست می‌کنید، فایروال رو خاموش کنید که جلو حالا پینگ و تستاتون رو نگیره. چون می‌دونید که فایروال ویندوز جلو ورود پینگ رو می‌گیره. یعنی از سیستم من پینگ خارج میشه، اما دیگه پینگ بر نمی‌گرده. البته درستش اینه که شما بیان اینباند رول بنویسید، ولی خب ما برای اینکه سریع‌تر کارمون انجام بشه، فایروال رو آف میکنیم. برای این کار پنجره و آر رو دوباره میگیریم و دستور firewall.cpl رو میزنیم. از سمت چپ turn windows firewall on or off رو میزنیم و تمام پروفایلامون رو turn off میکنیم. اوکی؟ بسیار خوب. این سیستم من تقریبا آماده است. حالا اگر نیاز باشه مجدد برمیگردیم تنظیماتش رو انجام میدیم. میام روی PC2 این کارها رو انجام میدم. پنجره و آر ncpa.cpl میاد کارت شبکم IP مو طبق سناریو ست میکنم. 10.1.1.2 10.1.1 100. DNS مونم مثل همون میدیم 4-8 و 10.1.1 100. اوکی میکنم تا تنظیماتم ذخیره شه. فایروال رو هم میبندم، پنجره R firewall.cpl و turn windows firewall on or off، پروفایلر رو turn off. بسیار. من توی سناریوم این دوتا رو اوکی کردم و بهتون نشون دادم که چجوری بعد این دوتا ویندوز رو بیارید بالا، سویچش میمونه توی این شبکه و میکروتیکش. همونجوری که گفتم ما قراره میکروتیک رو به صورت مجازی بیاریم بالا. برای این کار دوباره میایید توی سربرگ هوم نرم افزار VMware Workstation. من قراره از 0 تا 100 نصبش رو براتون انجام بدم. خودم یک Create New Virtual Machine میزنم. کاستوم رو انتخاب میکنم تا تمام گزینه ها رو اختیارم قرار بده. نسخه سازگاری با کدوم VMware Workstation باشه و به لیمیتیشن هاش دقت میکنم.
باز هم میگم OS رو بعدم بهت میدم، سخت افزار ابتدا جدا کن، OS رو مشخص میکنم. Next. اینجا بخش مهمه که شما باید لینوکس انتخاب کنید و بیاید انتهای این بخش آدر لینوکس 2.2.x کرنل رو انتخاب کنید.